سلام و فراخبر خوش آمدید در این برنامه. تحقیق ملی جنایت‌های ضد بشری با مداخله دیوان بین المللی کیفری، چگونه ممکن است عاملان قربانیان هراس افغانی در افغانستان را به محاکمه کشاند؟ به خاطر پاسخگویی افراد که دست به جرایم جنگی و جرایم ضد بشری میزنند، محکمه جزایی بین المللی میتونه مداخله بکنه. فروش خانه های مجلل با برند ترامپ. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برای بررسی وضعیت قربانیان جنگ و دسترسیشان به حقوق بشر تحقیق ملی را انجام می‌دهد. این کمیسیون می‌گوید که در شرایط کنونی نهادهای عدلی و قضایی افغانستان توانایی دسترسی به مجرمان جنگی را ندارند. از این رو دیوان بین المللی کیفری باید در راستای تحقیق و به دادگاه کشانیدن عاملان جنایت‌های ضد بشری در افغانستان مداخله کند. این اقدام در حال صورت می‌گیرد که طالبان و گروه داعش در منطقه میرزا اولنگ به کشتار غیر نظامیان متهم هستند. اما آیا ممکن است عاملان کشتار غیر نظامیان در افغانستان را به پاسخگویی حاضر کرد؟ برای بحث بیشتر در این باره خلیل رومان نویسنده و پژوهشگر در برنامه با ما حضور دارند و تا دقایق دیگر موسی محمودی رئیس اجرایی کمیسیون مستقل حقوق بشر هم در برنامه حضور پیدا خواهند کرد. خیلی خوش آمدین آقای رومان. چگونه ممکن است عاملان قربانیان هراس افغانی در افغانستان به دادگاه کشاند؟ آیا ممکن است با مداخله دیوان بین المللی کیفری این کار صورت بگیرد و نتیجه به دست بدهد؟ عرض کنم که البته سلام به بینندگان عزیز شما. مسئله به دادگاه کشاندن مجرمان جنگی در افغانستان یک مسئله بسیار عمده است. اول ما گره های کور داریم در اینجا که باید او را باید باز بکنیم که از کجا شروع میکنیم برای از جنایت های جنگی و از چه وقت آغاز میکنیم و کدام دوره ها را در بر میگیره و بعد یک مطالعه نیاز است که چگونه مجرمان جنگی، آیا کسانی که مثلا در میرزا اولنگ یا در جای دیگه مرتکب جنایت جنگی شدن و یا در مجموع که مرتکب جنایت جنگی میشن. متاسفانه در افغانستان پیشنهادات یا نظریات یا اینا بسیار گزینشی میباشه و دارای از یک برنامه متحد و شکلی که یکی دیگر تکمیل بکنه سرچشمه نمیگیره. خب البته امروز کمیسیون یک گردمایی داشته و چنین پیشنهاد را کرده و من فکر میکنم که این کار نه تنها جامعه جهانی و دادگاه بین المللی کیفری را علاقمند میسازه برای این مثلا، چون ابزار پایه های وسیع داره، هنوز تعریف مشخص نشده که ما کدام مرحله ها را چگونه ارزیابی میکنیم و از جانب دیگه چون ما امنیت نداریم، یعنی حکومت ما بنابر یک سلسله مشکلات و دشواری های درونی و بیرونی دوچار یک سلسله کارهای هستند که مسئله تأمین امنیت و تأمین رفاه و آرامش و ثبات از آجندای از نسبتاً بدور است. از این خاطر هر لحظه و هر روز مشاهد جنایات جنگی در افغانستان می باشیم. آقای رومان، حالا حداقل از سال 2003 به این سو چگونه ممکن است عاملان قربانیان هراس افغانی در افغانستان به دادگاه کشان؟ چون بیشتر در اینجا پای طالبان و دیگر گروه های هراس افغان، شبکه حقانی و چندین گروه دیگر دخیل هستند. اینها را چگونه میشه حاضر به پاسخگویی کرد؟ خب از روال کار دادگاه بین المللی محکمه جنایت جنگی یا دادگاه کیفری این معلوم میشه که در گذشته ها اینا مجرمین جنگی را در هر کجایی که بودن تعقیب کردن و به همکاری کشورها و پلیس انترپول و یک سلسله سازوکارهای دیگه اونا را به دست آوردن و به مجازات کشاندن و علیهشان اعلان جرم کردن. یعنی چیزی پیچیده نیست و چیزی نیست که ما رو دوباره اثر کشف کنیم. ولی در افغانستان من خدمتتان عرض کردم که به حد جنایات ضد بشری و جنایات جنگی به حد پیچیده و دشوار است که شما نمیتونین بنابر نزاکت های مختلف نمیتونین که آغاز بکنین که از کجا بگیرید. حالا اگر شما فکر بکنین که از سال 2003 را میگیریم، باز از 2003 به قبل چطور میشه، از 2003 به بعد چطور میشه، این است که ما
در آجندای دولت افغانستان برخورد با جنایتکارای جنگی مطرح نیست و وقتی که کمیسیون هم پیشنهاد میکنن شما میدانین که یک مسئله روز است، یک پیشنهاد مطرح میشه و علاقمندی هیچ کس را جلب نمیکنه، چون دولت در پشت سر از او به عنوان یک طرح مهم خود و به عنوان یک آجندای خود او را پیگیری نمیکنه. دولت میتونه نمیکنه آنچه از گفتار شما استنباط میگم. من فکر میکنم که دولت باید بتونه، ولی ببینین که حالا میتونه یا اصلا اراده و نیت به خاطر بررسی چنین جنایت ها و فجایع در افغانستان وجود ندارد. بنابر ابعاد گسترده‌ای که وجود داره، حالا اگر بسیار پست کنده بگوییم که متهمان جنایت جنگی در افغانستان در حاکمیت وجود داره، در قسمت‌های مختلف دولت وجود داره، در پایگاه‌های مختلف امکار دولت وجود داره، از این خاطر است که دولت خود نمیتونه که یک چنین حرکت را برا پرته که پایه‌های خود و شاخه‌های خود قطع بکنه. این است که در اولویت دولت یا در ترجیحات دولت در گام اول بررسی جنایات جنگی قرار نداره. حالا یک راه دیگه وجود داره، ابعاد از این بسیار وسیع است. یک راه دیگه وجود داره که خب سازوکارهای مثلا عفو عمومی یا عفو متقابل یا بخشش خواستن از مردم است که شما نمونه های از او هم در گذشته دیدین. بله. اما آقای رومان، چگونه میشه پای دادگاه های بین المللی، نهادهای جهانی حقوق بشری در افغانستان پیرامون این فجایع کشاند؟ اینها چرا اصلا جدی نمیگیرن این بحث در افغانستان؟ به اساس گزارشی که در سال گذشته از جانب محکمه بین المللی جرایم هاگ نشر شد، در آن گفته شده طالبان و شبکه حقانی به انجام جنایت های بشری، جنایت های جنگی متهم هستند. به اساس این گزارش از سال 2007 تا 2015 طالبان و دیگر گروه‌های حرس افغان 17000 غیر نظامی را در افغانستان کشتند، اما این گزارش را پیگیری نکردند. فکر می‌کنید که مسئله در کجاست؟ چرا پیگیری نمیشه این گزارش، نتیجه در عمل نمی‌داشت؟ بله، در گام نخست خب دادگاه بین‌المللی لاها و یا دادگاه‌های دیگه کیفری که در سطح جهانی فعالیت می‌کنند، اونا کارهای خود کردند. مثلا شناختن یک حرکت، یک سازمان، یک پایگار به حیث جنایتکارای جنگی، ولی گام بعدی این جنایت ها به دادگاه کشانیده نشدن، مورد پیگرد قرار نگرفتن. اینال من خدمتتون عرض میکنم که گام بعدی گام دولت هاست، دولت هایی که دیج فعالیت میکنن این افراد که اونا رو دستگیری بکنن و مطابق امو فیصله ها اینا رو به دادگاه ها بکشن. حالا کمیسیون مستقل حقوق بشر میگه دولت توانایی چنین کار را نداره، دسترسی به حراس افغانان، به عاملان جنایت های ضد بشری در افغانستان اصلا در توان حکومت افغانستان نیست و گفته شده مادامی که دولت های ملی نتوانند به اتهامات های جنایت بشری، نسل کشی، جنایت علیه بشریت در واقع رسیدگی بکنند، دادگاه بین المللی کیفری باید به تحقیق و محاکمه عاملان چنین فجایعی بپردازد. فکر میکنین چگونه میشه حالا پای این دادگاه را در افغانستان کشاند؟ خب ما باز همین گپ خود تکرار میکنم که ما اونا این پیشنهادات و این نظریات و چارترهایی که وجود داره در شرایط آرام و در شرایط نسبتا آرام در نظر گرفته شده که جنایتکارا رو بود، اما ما متاسفانه در افغانستان یک وسعت بسیار زیاد داریم از جنایتکارای جنگی و از جنایتکارایی که هر روز در افغانستان هستن، جنایتکارای اقتصادی که اینا هم علیه بشریت کار میکنن، جنایتکارای امنیتی و جنایتکارای دیگه که همه از یا در زیر این برنامه ها میاین. اما اونا سازوکارهای نظامی و قوه نظامی برای آوازن از یاب دادگاه ندارن. این وظیفه دولت هاست که اونا رو دستگیر بکنه، خونسا بسازه و اگر نمیتونه که بنابر ملحوظات سیاسی و حقوقی در محاکم خودشان عادلانه اینا رو محکمه نکنه، باز پروسه محکمه رو میتونه بسپاره به دادگاه بین المللی. خب اگر دولت ها ناتوان بود و توانایی دسترسی به عاملان چنین جنایتکار را نداشته باشند؟ بدون شک ما نتوانستیم. مگر ما توانمندی از این را داشته باشیم که امنیت تامین بکنیم و در نبرد رویاروی که با جنایتکارای جنگی قرار داریم و یا جنایتکارای گذشته را مستند بسازیم و به دادگاه معرفی بکنیم، این یک ظرفیت بسیار کلان می‌خواهد، هم ظرفیت نظامی، هم ظرفیت امنیتی و هم ظرفیتی که مستند بسازیم. خیلی ممنون. و ادامه فراخبر پس از وقفه کوتاه تقدیم می‌شود. ها
حالا موسی محمودی رئیس اجرایی کمیسیون مستقل حقوق بشر همچنان با خود در برنامه داریم. خیلی خوش آمدین آقای محمودی. قرار است کمیسیون مستقل حقوق بشر یک تحقیق ملی را پیرامون قربانیان هراس افغانی در افغانستان انجام بده. این تحقیق شما چگونه انجام میتین؟ کار از کجا آغاز میکنین؟ با چی شیوا ابزار استفاده خواهد شد در این تحقیق؟ بسیار تشکر. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بر اساس صلاحیت قانون اساسی و صلاحیت که در قانون کمیسیون ذکر است این وظیفه را دارد تا در مورد نقص سیستماتیک حقوق بشر در کشور و گسترده حقوق بشر در کشور برنامه متعدد را داشته باشد که یکی از راهکارها و وسایلی که کمیسیون انجام میده و تحقیقات ملی هست. به خاطر از اینکه تحقیقات ملی یا نشتر انکوائری توسط نهادهایی که صلاحیت های حقوقی و قانونی دارند در بسیاری کشورها به صورت معتبرش استفاده میشه تا هم مشکلات و ریشه های مشکل را اینا ارزیابی بکنن و هم راه پیشنهادات و سفارش های مشخص برای دولت داشته باشه. خوشبختانه در این رابطه کمیسیون اصالیان متمادی پیش قدم است. ما تحقیقات ملی را در سه قربانیان قتل های ناموسی داشتیم، قربانیان بچه بازی داشتیم و همچنان حق دسترسی به خدمات سید کشور داشت. حالا بسازگی میخواییم تحقیقات ملی در قربانیان احراس افغانی انجام بده. در مورد قربانیان تلفات ملکی و تروریسم انجام خواهد بده. اما آقای محمودی این تحقیقات یا این تحقیق ملی همه شمول همه جانب است یا نه تنها گروه های احراس افغان طالبان شبکه قانی و دیگر گروه های احراس افغان در افغانستان در بر میگیرد؟ حالا به گفته آقای رومان بحث جنایت های جنگی، بحث نسل کشی، بحث جنایت علیه بشریت خیلی پیچیده است. حتی پای کسانی در داخل حکومت افغانستان در این جنایت ها دخیل هستند. خب این تحقیق ما بر اساس همو پروسه و یا اساس هیومن رایتس بیسد یعنی مبتنی بر حقوق بشری هست و در اینجا فرق نمیکنه ای که مرتکبین نقض حقوق بشری کیا هستند، نیروهای مخالف دولت هستند یا نیروهایی که ممکن است به نحوی از آنها در حکومت نقش داشته باشند یا حتی کسایی باشند که قوانین دولت افغانستان نشکستانده باشند و نقص حقوق بشری انجام بشه. مشخص این تحقیق شامل کدام گروه هاست، کدام جنایتکاران ما در رابطه با قربانی ها تحت پوشش قرار بدین؟ این تحقیقات ما سایه گسترده هست. تروریسم و تلفات ملکی را در بر میگیره. شما همونطور که میفهمید در تعریف بین‌المللی تروریسم و همچنان جنایت جنگی، جرایم جنگی، جرایم ضد بشری، نسل کشی و دیگه جرایم به صورت بسیار وسیعش تعریف شده و یک و همه از اینا elements of crime یا عناصر جرایم بر اساس صلاحیت های محکمه جنایی بین المللی انجام میشه. حالا این تحقیق چگونه انجام میدین؟ چگونه شما به طالبان و دیگر گروه های احراس افغان یا عاملان قربانیان احراس افغانی دسترسی می داشته باشه؟ ما در افغانستان آمار و ارقام زیاد را از قربانیان تلفات ملکی در کشور داریم. بیش از 70,000 نفر در 10 سال یا 9 سال گذشته در کشور قربانی تلفات ملکی در کشور بودن. بسیاری جاها هم معلوم دار است که نقش نیروهای مخالف دولت به شمول طالبان بالاتر از 70% بوده در تلفات ملکی که در یک سال به وجود آمده. خب حالا چی میکنید در برابر طالبان پس از انجام این تحقیق و نتیجه قرار است از این تحقیق بیرون بیاد؟ چی میکنید با این نتیجه؟ در عمل چه کاری باید صورت بگیرد؟ اول ما میشنویم از قربانیان که اینا چگونه خب قربانیان بالفرض اگر بگوین ما را طالبا کشتن یا بستگان ما را به وسیله حملات حراس افغانی طالبان کشته شدن، نتیجه چی است؟ چه میکنین با عاملان چنین رویدادها؟ نتیجه پیشفرضا را میمانیم اما نتایجی که ممکن است ما داشته باشیم ایست که اول فرهنگ معافیت در کشور ختم شود. فرهنگ معافیت را ما هم از طریق رجوع و توسل به مکانیزم های ملی عدلی و قضایی خود ایرا شروع خود کردیم، هم توسل و ارجاع به میکانیزم های بین‌المللی عدلی و قضایی را انجام خواهد دادیم. به خاطر از اینکه مردم افغانستان بیش از حد قربانی فرهنگ معافیت در کشور شده، ما خوشحال هستیم که لوی سانوال افغانستان در چند روز گذشته اعلان کردند که اولین تحقیقات جنایی را در رابطه با قتل کشتار که در و جنایت ضد بشری که در مرزا ولنگ ولایت سرپل صورت گرفته آغاز میکنن. ما امیدوار هستیم که هم میکانیزم های عدلی و قضایی داخلی را استفاده کنیم، هم عدلی و میکانیزم های عدلی و قضایی و به این ترتیب باید عاملان قربانیان احراس افغانی به دادگاه کشانیده شوند. بله. چگونه شما میتونین طالبان به دادگاه بکشانین؟ چگونه اینها حاضر خواهند شد؟
خب در اینجا مسائل دیگه، موارد دیگه پیچیده هم موارد بحث است. یکی از مسائلی که ما به مکانیزم‌های بین‌المللی متوسل خواهد شدیم و خواهان از این هستیم که محکمه جنایی بین‌المللی در افغانستان بیا داخل شوی است که فرماندهی میکنه، تنها بحث عاملی ارتکاب جرایم ضد بشری و نقض حقوق بشری نیست، بلکه کسایی که سازماندهی میکنن عملیات، کسایی که فرماندهی میکنن، پشتیبانی لوجستیکی میکنن یا حتی حمایت های سیاسی میکنن. ما کشورهای را در منطقه داریم که متاسفانه عملا برای حمایت از گروه های راس افغان در کشور اینا ظاهرا مورد اتهام دولت افغانستان هستند و مورد اتهام جامعه جهانی هستند. داخل ساختن مکانیزم های عدلی و قضایی، حتی اگر او کشورها عضویت محکمه جنایی بین المللی نداشته باشه، چون جرایم در افغانستان در خاک یک کشور عضو اتفاق میفته، پای از اونا را میکشنه. بنان یک پروسه است، اقدام مثبت است بر علیه ختم فرهنگی که مافیاتی که در منطقه شکل گرفته و کشورها به خاطر ضعیف بودن و یا نادار بودن و فقیر بودن افغانستان بی‌محابا اقدامایی را انجام میتن که نتیجهش قربانیان تروریسم و قربانیان تلفات ملکی است. مسئله دومی است که در پروسه های صلح و پروسه های سیاسی دولت افغانستان متوجه گپ شوه که در اینجا قربانیا همیشه یک خواسته داره، او تامین عدالت است، رسیدگی به امو آلام و مظالم است که برای از اونا بر اساس تلفات ملکی رفتن. بنان این مسئله رو در نظر بگیرن، اراده سیاسی وجود داشته باشه برای حمایت از قربانیان، دیگه خدمات تامینات اجتماعی، خدمات صحی و جبران خساره برای قربانیان از طرف دولت افغانستان صورت. خیلی سپاسگزارم. آقای رومان، درخواست را که قرار است کمیسیون مستقل حقوق بشر از دیوان بین‌المللی کیفری انجام بده به خاطر بررسی رویدادهای هراس افغانانه یا فجایع در پی جنگ با هراس افغانی در افغانستان صورت گرفته، با این شیوا و اقدامات ممکن است طالبان حاضر به پاسخگویی شوند در قبال فجایعی که به گفته آقای محمودی در افغانستان انجام دادند؟ یعنی بررسی یا تحقیقی را که کمیسیون آغاز میکنه یک پروسه است، یک پروژه است. حالا این پروژه چقدر مثمر ثمر واقع میشه، چقدر مثمر ثمر واقع نمیشه، باز از صلاحیت و چارچوب ماموریت کمیسیون بدور است. همونطور که اینا گفتن که باز دولت افغانستان باید جدی شوه و دولت افغانستان یک نوع دادخواهی بین المللی را عرضه بکنه و دادگاه بین المللی کیفری را جهانی را مجبور بسازه که به تقاضای از اونا پاسخ بگویه. و این یک اقدام چندین جانبی است از جانب کشورهای دیگه، همونطور گفته شد که اگر ما بتانیم تثبیت بکنیم که کدام کشورها اینا رو تمویل میکنه، البته اونا باز در جنایات بشری شامل نمیشن اما در تمویل شامل میشن. آقای محمودی، به اساس گزارش سازمان ملل متحد در 9 سال گذشته 77 غیر نظامی در افغانستان کشته و زخمی شدند. چرا کمیسیون مستقل حقوق بشر در خلال این سالها تحقیقات ملی را پیرامون قربانیان هراس افغانی در افغانستان انجام نداده؟ فکر نمیکنه خیلی دیر شما دست به کار شدین؟ کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تنها نهادی بوده که برای اولین بار موضوعات تلفات ملکی را در کشور نظارت کرده، ثبت و رسیدگی کرده. اما به این گستردگی تا حالا کار صورت نگرفته، تحقیقات ملی تا حالا شما انجام ندادین آقای محمودی؟ چرا برایتان این ارجحیت نداشتن نسبت به مسائل دیگر؟ کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از سال 2006 به این طرف هر ساله گزارش های بسیار مستند را از فجایع و قتل ها و ارتکاب جرایمی که در کشور صورت گرفته نشر کرده، تحقیق کرده. اما این تحقیقات ما و این بررسی های ما به صورت موضوعی بوده. مثلا ما حادثه های مثل درفرا، جلال آباد، حادثه از زیاباد، قندوز و حوادث دیگر به صورت موضوعی و موضعی مورد بررسی قرار دادیم، نظارت کردیم، یا مجموعی از قضایایی که در یک سال اتفاق افتاده بود جمع کردیم و نشر کردیم، گزارش‌هایش مستردسازی کردیم. بله، در محدوده جغرافی افغانستان. اما شما مراجعه نکردین به دیوان بین‌المللی کیفری، پای نهادهای بین‌المللی حقوق بشری را در افغانستان نکشانیدین. چرا شما درخواست نکردین در مدت 15 سال یا بیشتر از 15 سال؟ این مسئله ما توضیح میدم. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از آنی که افغانستان عضو محکمه جنایی بین‌المللی شده، یکی از مسائل عمده‌اش همین بوده که ما باید روی
دو مسئله کار بکنیم. یکی که فرهنگ مافیات در کشور ختم شود و ما بکشانیم پای نهادهای بین‌المللی عدلی و قضایی را در افغانستان. و از همین خاطر هم است که خوشبختانه که ایشون در سال‌های بسیار گذشته، در سال 2007 یا 86 باید بگوییم که ما اقدامات را روی دست گرفتیم که به نوع بی‌نظیر بوده. مثلا پلان عمل صلح مصالحه و آشتی ملی را، عدالت در کشور ما پیشنهاد کردیم، دولت افغانستان را تصویب کرده، اما اجرا نشده این پلان ها و گزارش هایتان. قانون همکاری بین افغانستان، قانون همکاری بین افغانستان و آی سی سی را در سال 2007 ترتیب کردیم محمودی. و تصویب کردیم. ما آقای محمودی، ما همواره کارهای خیلی زیاد انجام دادیم، کارهای خیلی زیاد انجام دادیم، البته نمیشه از اینها چشم پوشی کرد، اما در محدوده یک گزارش باقی مانده یا در محدوده لفظ، در عمل کار صورت نگرفته به خاطر مهار این چالش ها در برابر مردم افغانستان. شما سه گزارش دیگر در پیوند به قتل های ناموسی، بچه بازی، ارائه خدمات بهداشتی انجام دادین، اما همچنان این کارها با گذشت هر روز در برابر شهروندان افغانستان صورت میگیره. حالا آقای رومان اصلا باور نداره به نتیجه تحقیق ملی پیرامون رویدادهای اراس افغانی در افغانستان، چون به گفته ایشان دولت ناتوان است، اصلا نمیتونه به شما همکاری کنه، دادگاه بین‌المللی کیفری هم توانش خیلی در مطابقت با شرایط افغانستان نیست به یک طالبان به دادگاه بکشانه. شما چی میکنین بالاخره در برابر این فجایع در برابر شهروندان افغانستان؟ کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در محدودیه صلاحیتایی که به ما داده شده از جانب قانون اساسی عمل میکنه. بالاتر و بیشتر از او متاسفانه مسئله ای است که ما توانش نداریم، باید دولت افغانستان و همچنان جامعه جهانی که در افغانستان حضور دارند اینا اقدام بکنند، به خاطر از اینکه حفاظت، احترام و رعایت حقوق بشر در کشور یک مسئولیت مشترک بین ما و بین جامعه جهانی است. دولت افغانستان باید اراده سیاسی خود در رابطه انجام بدهد و حتی اگر ما موضع تعقیب یک طرف بمانیم، بسیاری از موارد دیگه است که ما در این تحقیق ملی موارد بررسی قرار خواهد داده، مثل حق قربانیان در پروسه‌های عدلی و قضایی در قوانین افغانستان، برای رسیدن برای قربانیان تروریسم، جبران خساره، تامین خدمات اجتماعی، تامینات اجتماعی، رسیدگی به خدمات صحی. و یک چیز واضح بسازم که تحقیق ملی، تحقیق ملی ما یک پروسه قانونی و حقوقی است و البته یک پروژه نیست که یک شروع شود و ختم شود. ما با این پیگیری خود کردیم با دولت افغانستان و جامعه جهانی. خیلی سپاسگزارم از حضورتان در برنامه و سپاسگزارم از شما بیننده و خبر کوتاه در اخیر ببینید. یک میلیاردر اماراتی در دبی و شریک تجارتی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در صدد گسترش معاملات تجارتی در بخش مسکن با برند ترامپ برآمده است. حسین سجوانی با مقام‌های ارشد دو کشور اروپایی، کرواسیا و مالی گفتگو کرده است. بسیاری از خبرنگاران با اشاره به روابط بسیار نزدیک این میلیاردر عرب با دونالد ترامپ از وی به عنوان دونالد دبی یاد می‌کنند. به نظر می‌رسد که شریک تجارتی ترامپ در دبی می‌خواهد تا دامنه امپراتوری تجارتی وی را فراتر از خاورمیانه و در لندن گسترش دهد. در ماه گذشته دو پسر دونالد ترامپ باشگاه بین‌المللی گلف ترامپ را در دبی افتتاح کردند.